مانی هستم، درود میگویم به شما همراهان و بینندگان خوب رادیو مانی که یک بخش جدی روشناندیشان ایران رو تشکیل میدهید، چه در ایران باشید چه در بیرون. و من به راستی خوشحالم از اینکه این رسانه رسانه کسانی است که تاثیرگذار هستند و خواهند بود در ایران امروز و فردا. یک بحثی ما شروع کردیم با استاد ایجادی، جلال ایجادی، درباره سکولاریسم و حکومت‌های لائیک و فرقشون با همدیگه و اینکه آیا واقعا جامعه ایرانی ظرفیت لائیک شدن دارد؟ آیا این لائیک شدن معادل است با قتل عام خدایان و خونریزی در کهکشان ها و نابود کردن ادیان و باورها، یا نه فقط دینداران رو و نه تنها دینداران رو، هر گونه دینی رو و هر گونه ایدولوژی رو بهشون میگه خانم آقا درود بر شما، دینتون روی چشم شما مبارک، ایدولوژیتون همینطور، تشریف ببرید تو خونهتون، هر کاری میخواید بکنید، با خدا میخواید حرف بزنید، میخواید در بارگاهش گریه کنید، آرزو کنید، هر کاری میخواید بکنید خونه خودتون این کارو بکنید، ولی قانون به شما اجازه نمیده بیاید دسته عزاداری را بندازید در مسجد یا در خیابون. قانون به شما اجازه نمیده بیاید چماقدارا و لاتهای بازار و لومپنها رو بسیج کنید، مثل طیب، مثل الله کرم، و مردم رو با شما سرکوب کنی و وادارشون بکنی بگی یا روسری یا توسری، پونیز بچسبونی روی سرشون با روسریشون. اجازه نمیده. شما برو بشین تو خونه هر چی میخوای قرآن بخون، تکبیر بگو، نماز بخون، رو به قبله دراز بکش، هر کاری میخوای بکنی. همونطور که دولت به خودش اجازه نمیده بیاد در حوزه خصوصی شما در خونه شما شرکت کنه، بگه این کارو بکنید، این کارو نکنید، اینطوری دراز بکشید، اینطوری بخوابید، اینطوری هماغوشی کنید، رو به قبله بخوابید، نمیدونم ناخون میگیرید، پشت به قبله نمارد، کاری نداره با شما، نمیاد دخالت کنه. شما هم حق ندارید بیاید بیرون در حوزه سیاست و دولت دخالت بکنه. این چکیده از یک حکومت لایک است. اما من این رو میسپارم دست استاد کار، استاد جلال ایجادی، که در یک حکومت لایک هم در فرانسه زندگی میکنند، با این قوانین زندگی میکنند، استاد دانشگاه در همین سیستم هستند، و از ایشون میخوام بپرسم پیش از اون که وارد جزئیات لایک و لایسیته بشویم، بپرسم که آیا واقعا جامعه ایران ظرفیت لایک شدن دارد یا ندارد. بفرمایید. درود به شما جناب مانی گرامی و درود به همه عزیزانی که در ایران در حال مبارزه جمهوری اسلامی هستند، و همچنین درود من به همه بینندگان این برنامه ها و اونهایی که برای شما پیام میفرستن، نظر میدن، دست اونها درد نکنه و هر گونه به هر حال پیامی که شما برای ما میفرستید برای ما دلگرم کننده هستش. این رو فراموش نکنید، از هر سوال و پرسشی که دارید اجتناب نکنید عزیزان من. ولی در ارتباط با مطلبی که جناب مانی مطرح کردن، مسائل خیلی روشنه عزیزان. بله، ایران نیز این ظرفیت و این امکان رو دارد که به عنوان یک کشوری با یک نظام لائیک باشد. مگر شما 43 سال با این جمهوری اسلامی زندگی نکرده اید؟ مگر شما تمام رنج ها و درد هایی که ناشی از این رژیم هستش رو مگه ندیدید؟ مگر شما این همه شکنجه و آدمکشی های این آخوندها رو مگه ندیده اید؟ امروز آرزوی شما چیست؟ آرزوی شما حتما چنین است که یک حکومتی باشد
که دیگه با چماق مذهب روی سیستم به اصطلاح مدیریتی عمل نکنه، با امر مذهب با تمام رسانه هایی که هست مرتبا بر سر شما نکوبه، با امر مذهب در درون قوانین شما اقدام نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی همین الان وقتی این بحث بر سر حجاب هست، حجاب از کجا می آید؟ حجاب از درون قرآنه، آمده رفته توی فقه شیعه، فقه شیعه تبدیل شده به چی؟ به قوانین جزایی در کشور ما. قوانین جزایی همون متکی بر فقه شیعه و قرآنه. شما اگر می خواهید که حجاب اجباری نباشد، هر کسی بنابر سلیقه خودش در ایران داشتن و یا نداشتن حجاب، اونایی که خب سنتی تر فکر میکنن با حجابشون باشن، اونهایی که میخوان آزاد باشن بدون حجاب. بنابراین اگر شما همین یک مورد رو در نظر بگیرید، اگر شما رو بهتون رنج دادن، سرکوب کردن، کشتن و غیر ذلک، به چه خاطره؟ به خاطر اینکه دین رو وارد قانون کردن، دین رو وارد قانون کردن. یعنی اون شیخ آدم کشی که در رأس از آقای خامنه ای و تمام شیخ و شیخکای بسیار ابلهی که در درون سیستم خوزوی هستند، فقط و فقط میگویند زنان باید چی؟ حجاب باید داشته باشند. این بی رابطه با به اصطلاح با مذهب نیست، اینها از مذهبشون میگیرن. و برابری شمایی که میخوایی در واقع جامعه آرامش داشته باشه، انسانها آزاد باشند، همین یک مورد در نظر بگیرید. اگر ما چنانچه رابطه مذهب رو با قوانین کشور ببریم، همین یک مورد یعنی چی؟ یعنی که بنابراین به سوی آزادی پوشش خواهیم رفت. یعنی اجبار دینی دیگر بر شما نخواهد بود. اونها میگویند دین امر مقدس، دین الهی هست، دین مال خداست و به این ترتیب خود رو نماینده اون خدا میدانن، اولوالامر میدانن و بنابراین بنابر اراده الهی ما رو سرکوب میکنن. حال آنکه ما در این برنامه های گوناگون بارها گفتیم که دین ها ساخت و پرداخته انسان ها هستن، هیچ حکم مقدسی ندارن و آنچه که جمهوری اسلامی از اون نام میبرد ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی خود برای حفظ منافع خودش است. و از اونجایی که انسان‌های بسیار بسیار مرتجعی هستند و ضد زن هستند، اینها رو میارن تبدیل به چی؟ قانون می‌کنه. بنابراین عزیزان من، لایسیته یعنی همین، یعنی جدا کردن امر مذهب، امر دین از درون چی؟ قوانین کشوری. مگر شما نمیگویید که در درون قرآن مسئله ارث، ارث دختر نیمی از ارث در واقع نسبت به پسر هست؟ این از کجا می آید؟ این در قوانین جمهوری اسلامی وجود داره، ولی این مطلب رو شما می دانید در درون قرآن وجود داره عزیزان من، در درون فقه شیعه قرار داره. مگر شما نشنیدید که می گویند زن نمی تواند قضاوت بکنه و قضاوت دو تا زن باید باشه؟ این در قانون کنونی است. این از کجا میاد؟ از درون فقه شیعه و برپایه قرآن می آید. پس بلاهایی که ما در حال حاضر در حال تجربه کردن هستیم به خاطر وصل بودن دین به نظام سیاسی هستش، به نظام سیاسی که هم استبداد شخصی داره هم ایدولوژی اسلامی داره. بنابراین ما به راحتی می توانیم خودمون رو از امر مذهب و دین جدا بکنیم، در قانون جدا بکنیم، در حکمرانی جدا بکنیم، در امر اقتصاد جدا بکنیم، در امر آموزش و مدرسه و دانشگاه جدا بکنیم. هیچ زلزله اتفاق نخواهد افتاد و برعکس آنچه که ما انتظار داریم که دارای زندگی توأم با آرامش باشیم، در چنین حالتی یکی از شرایط داشتن یک زندگی آرام همانا جدا کردن امر دین از امر حکومته. بنابراین منی که به قول دوست نازنین جناب آقای مانی من در فرانسه زندگی میکنم عزیزان من، این گونه بحثا رو با دانشجوهای برخی از دانشجوهای خودم نیز دارم، اون دانشجوهایی که در واقع تبار اسلامی و کشورهای عربی دارن اینجا هستن، به هر حال در فرانسه، اونایی که فرانسوی هستن
هیچ مسئله ای ندارند، اصلا در این زندگی کردن و میدانند که لایسیته یک امر ساده و داده طبیعی این جامعه هستش. خب ولی اونهایی که از یه فرهنگ اسلامی میان فکر میکنن که لایسیته جنگی است علیه دین، هرگز هرگز. در خود کسانی که فرانسه رو نمیشناسن، من دعوت میکنم بیان اینجا فرانسه رو نزدیک ببینه که در این کشور و یا کشورهای دیگر که در اروپا هستش، همه انسان ها با دین های مختلف از اسلام و مسیحیت و ارزم حضور شما بودایی و شیطان پرست و یهودی و یهودی و و چه و چه و گوناگون هستن و به راحتی دارن زندگی میکنن. نه کسی یقی اونها رو میگیره که تو چجوری باید فکر دینی داشته باشی و نه اونها میان به اصطلاح سیستم حکومتی اینجا میان که باید حتما کتاب مقدس ما رو در درون قوانین خودشون بگنجونید. نه، در واقع بیان یک صلح، صلح اجتماعی هستش. پس بنابراین در این کشوری که من هستم که یک رژیم لاییک هستش، در این کشور همه دینداران آزاد هستند، در خیابانها، در مجالس، در تمام اداره هایی که کار میکنن، در درون وزارتخانه هایی که کار میکنن، همه کسانی که دیندار هستن دیندار هستن و به راحتی دارن کار خودشون میکنن. در کنار این دینداران کسانی هم هستن که چی؟ ناباور هستن، یعنی دینی ندارن. منتها امر لایسیته برای هر دو هست، یعنی دیندار و غیر دیندار، به هر دو اجازه میدهد که در شرایط صلح زندگی بکنن. پس اگر ما طرفداری از لایسیته میکنیم، طرفداری از لایسیته به معنای آتئیسم یا خدا ناباوری نیست عزیزان من. این رو اسلامگرایان در واقع دارن مخشوش میکنند و ذهنها رو در واقع به اشتباه میاندازن. نه، میگوید یک نظام سیاسی باید باشد که در درون این نظام سیاسی دیگر دین و مذهب وارد قانون اساسیش نشه، وارد قوانین نشه و آخوند به نام به اصطلاح الله برای شما موعظه نکنه زمانی که در کرسی مجلس هستش، که آخوند به نام امام زمان به همون زمانی که احمدی نژاد خاطرتون هست رئیس جمهور این نظام بود، یک صندلی گذاشته بود برای امام زمان. اینها همه و همه ضد خرد هستش، اینها همه در واقع در بیان یک بیماری روانی این افراد هستش. بنابراین میگوید دیگه این خرافه پرستی در درون حکومت رو باید کنار گذاشت. حالا کسانی خرافه پرست هستن، خب در جامعه هستن، به تبع هستن، ولی در رأس یک حکومت، در مدیریت یک کشور باید این رو کنار بزنیم، یعنی دین رو کنار بزنیم و به جاش عقلانیت، خردگرایی، قوانین مدرن، قوانین جهانی مربوط به دموکراسی رو جایگزین کنیم. سپاسگزارم جناب جدید. برخی از کاربران سایت رادیو مانی به ویژه از داخل ایران که ازشون سپاسگزارم، چندین بار تا به اکنون نوشتن که خطاب به شما گویندگانی که در این برنامه سخن میگویید که آقا تا این حرفایی که شما میزنید، تا ما به اینجا برسیم، تا ایران برسه به اینجا 200-300 سال وقت احتیاج داره، ما 500 سال عقبیم، مگه میشه؟ یعنی ناامیدی، یعنی پس نمیشه بمونیم همین تو همین لجنزار اسلام که بهش عادت کردیم. اما دوستان گرامی، من یه چیزی به شما میگم. ببین، شما از سال 57-58، از لحظه ای که حکومت ظاهراً جمهوری اما واقعا اسلامی سر کار اومد، قوانینش رو تنظیم کرد، نام شما رو گذاشت خواهر و برادر، آستین کوتاه ممنوع، موسر ممنوع، اتوبوسا رو جدا کرد، صندلیاتون رو جدا کرد، گفت اگه یه خانومی از روی صندلی بلند شد مرد نباید بشینه، چون گرمای بدن اون خانوم به این مرد منتقل میشه، آسمون به زمین میاد و خیلی چیزهای دیگه. قوانین ارث رو عوض کرد، قوانین قضایی رو عوض کرد، همش تی 2 سال اتفاق افتاد و شما وارد فاز نکبت به تمام معنای اسلامی شیعه شدید تو 2 سال. اما 40 سال طول کشید تا بد و بدتر انتخاب بین این و اون. از این بازی ها
تا دریافتید این نظام، این سیستم، این طرز تفکر پاسخ نمیده. چیکار کردید؟ اومدید توی خیابون میگید جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. مقصودتون هم اون بخش اسلامیشه، چون اون بخش اسلامیش هست که برای شما تعیین میکنه روسری بپوشید، این کارو بکنید، اون کارو نکنید. وگرنه شما اگر در فرانسه که جمهوری زندگی میکردید این مشکل رو نداشتید. من میخوام بگم که دوستان گرامی، هم میهنان عزیزم، یه لحظه خلوت کنید با خودتون. از همون لحظه ای که قوانین پس از جمهوری اسلامی، قانون اساسی، قانون مدنی، قانون قضایی و همه قوانین دیگر رو بر اساس لایسیته بنویسند و مجلس تصویب کند و دولت اجرا کند، شما وارد جهان امروز شدید. از قرون وسطا پرتاب شدید اومدید تو جهان امروز، و چون نسل جوانی که در درون شما هست، در درون ایران هست، میفهمه، استعداد داره، آمادگی داره برای تورق تاریخ و میخواد از لجنزار تشیع و حکومت دینی بیاد بیرون و مطابق معیارهای جهانی، جهان مدرن امروز زندگی کنه، میخواهد به روز زندگی بکنه، از اون لحظه شما وارد یک حکومت لایک شدید. اینکه ببینید، شما هیچ کدوم نمیدونید که من در خونه خودم چه برنامه تلویزیونی رو نگاه میکنم، آیا مشروب میخورم یا نمیخورم، چه مشروبی میخورم، یا با همسرم یا با میهمانم درباره چه چیزی صحبت میکنم، شما نمیدونید. در یک حکومت لایک هم کسی با شما کار نداره. شما در خونتون میتونید شب که میخواید بخوابید، خدا رو بیارید زیر لحاف، لحاف بکنید رو خودتون و خدا هی باش معاشقه بکنید، راز و نیاز بکنید، قربون صدقه شو، کسی با شما کار نداره. شما میخواید تو خونتون برید مارکس و لنین بخونید مثلا میگن، یا موسیقی بتهوون گوش کنید، کسی با شما کار نداره. اما اگر فردا اومدی تو خیابون دسته عزاداری رو انداختید، حتی با موسیقی بتوون، اجازه ندارید. اون رو باید برید تو خونتون برای شخص خودتون، چون یک امر وجدانی است، یک امر قانونی نیست. خدا به وجدان من ارتباط داره، اگر او باشه و منم وجدانی داشته باشم بتونه او رو درک کنه. یا امامان یا دین یا قرآن یا هر چیز، اینا امور وجدانی است، امور درونی است، هیچ حقانیت بیرونی و مادی براش وجود نداره. یعنی هیچ کس نمیتونه ثابت کنه، حتی محمد که پیامبر خدا بود، یا عیسی یا موسی یا هر کس دیگه، نمیتونن ثابت کنن که خدای وجود داره. حالا شما میگید هست، آقا من بدون خدا اصلا نمیتونم زندگی کنم دیگه، بذار ما هم یک تیکر داشته باشیم. من میگم آقا شما 100 تیکه داشته باش، کسی با شما کار نداره. اما شما اجازه نداری بیای به نام امام زمان که تولدش از من باج بگیری، پول بگیری، اگر ندم تکفیرم کنی، به من طعنه بزنی، به من نیشخند بزنی، بعد اگر قانون اجازه داد چماق بر سر من بکوبی، اجازه نداری. من هم اگر بی خدا باشم نمیتونم به شما تعرض کنم به عنوان اینکه چرا خدا داری، چرا دین داری، هستن چرا شیعه هستی، تعرضی ندارم با شما. اگر خیلی خیلی دیگه مثلا روشنفکر بازی در بیارین در ایران، که حالا شاید زمانش هم نرسیده، شاید هم رسیده، میتونیم من بشینم با یک آخوند. حالا و بعضی ها میگن آقا شما چرا به اینا میگی روحانی، برای اینکه واژه روحانی رو اینها برای نوعی مقام برای خودشون و به اصطلاح مقام بلند معنوی به کار میبرن، و هدف من زدن همین مقام معنویه، چون اون مقام معنوی حد بالا نامش روحانیت هست، من تعمدن به جای آخوند میگم روحانیون، روحانیت. باید همه این واژه های مقدس
بو گرفته رو زیر پا له کنیم، مثل یک تکه کاغذ مچاله شده. اما بگذاریم، وقت جناب ایجادی رو نگیرم. آقا ایجادی، ما به نظر من داریم در درون، در جان جامعه، در خیابانهای شهرهای ایران همکنون لایسیته رو فریاد میزنیم، منتها با شعارهای دیگری. همین که میگیم مرگ بر ولایت فقیه، ولایت یعنی نماینده امام زمان، میگه آقا مرگ در ولایت فقیه، یعنی مرگ بر امام زمان، مرگ بر اصل ولایت فقیه. ما این نظام رو نمیخوایم، جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. همه اینا فریاد به سوی سکولاریسم و لائیک و شدنیست. مردم ما هیچ دست کمی از مردم فرانسه ندارن، باور کنید ندارن. این جوانانی که من میبینم با این زیبایی به هم همدیگر رو در آغوش میکشن، به همدیگه انرژی میدن، عشق به زندگی رو به همدیگه میبخشن، پا به پای هم کشته میشوند تا خونشان جهان ایرانی رو روشن کنه مثل خورشید. اینها میدانند که گام گذاشتن توی جهان لائیک و تا این جهان تبدیل بشه به یک دولت، یک حکومت و یک نظام سیاسی مدرن و جدید پس از فروپاشی این رژیم، زمان چندانی نمانده. میسپارم دست شما. بله، ببینید عزیزان، بینندگان گرامی، من در این لحظه اجازه میخوام که یک خیلی به طور مشخص خدمتون عرض بکنم که مستند نیز باشد. شما در ایران قانون اساسی دارید که من هم به شکل کوچولوش در اینجا هست ولی کامله البته، که این قانون اساسی دارای 175 اصل هستش. آخرین این، یعنی 175مین اصل این قانون اساسی شما که نمیدونم خوندید یا نخوندید، ولی که در تجربه زندگی دارید این رو میبینید، حس میکنید، با شما سر کار داره. به عنوان نمونه در رسانه های، بنابراین 175مین اصل، در رسانه های گروهی پرانتز رادیو و تلویزیون، آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. خب یعنی شما اینجا مگه شما نمیخواهید آزاد صحبت بکنید؟ مگر نمیخواهید همه نظریات رو در رادیو و تلویزیون بشنوید؟ یا افراد گوناگون با هر عقیده‌ای که دارن بتوانن آزاده نظر خودشون رو مطرح بکنن؟ بر اساس این اصل که دوگانه است، یعنی چی؟ اول میگوید آزادی انتشارات و تبلیغات در این رسانه، ولی بلافاصله میگوید طبق موازین اسلامی باید باشد. یعنی چی؟ یعنی هر اندیشه، هر اعتقادی که برخلاف قرآن، برخلاف فقه شیعه هست نمیتواند مطرح بشود و به همین خاطر هست در تمام روزنامه ها و همچنین در تمام رسانه های مملکت تنها و تنها از تنها دکترینی که می شود به راحتی ازش صحبت کرد همان اسلام و اونم اسلام شیعه است. حتی شما در ارتباط با اهل سنت هم نمی توانید در زاویه اون چهار گرایش در درون اهل سنت صحبت بکنید. در درون رسانه های شما اوضاع چیست عزیزان من؟ همیشه و همیشه یک ایدئولوژی رو دارید تجربه میکنید. این نکته رو داشته باشید. نکته دوم، در همین قانون اساسی شما یک مقدمه وجود دارد در حدود 16 صفحه که این مقدمه با این آغاز میشود: بسم الله الرحمن الرحیم، و یک آیه از قرآن در اینجا آمده است و مطرح میکنید که قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.
یعنی چی؟ قانون اساسی مملکت بر پایه اسلام. اسلام یعنی چی؟ یعنی همون قرآن. اسلام یعنی چی؟ یعنی همون فقه. اسلام یعنی چی؟ یعنی همون در واقع انواع اقسام روایات و احادیث گوناگونی که در اسلام وجود دارد. شما آیا فکر میکنید که این اصولی است؟ حالا اگر هم به فکر میکنید که اصولی است، اجازه بدهید من یکی دو مورد دیگر رو خدمت رو عرض بکنم. در قانون اساسی که مربوط به عرضم حضورتون که این رو بذار بگم خدمتون، در قانون اساسی فرانسه عزیزان من، در قانون اساسی فرانسه، اینجایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی 16 صفحه در مورد مقدمش مطرح شده، در قانون اساسی فرانسه یک حدود 8 خط فقط مطرح شده، 8 خط. و بعد اصل اول چه میگوید؟ اولین اصل میگوید، اصل اول، فرانسه یک جمهوری اندیویزیب یعنی تجزیه ناپذیر، تفکیک ناپذیر، لایک، دموکراتیک و اجتماعی است. این جمله اول، ماده اول قانون اساسی فرانسه هستش. پس فرانسه چه؟ یک جمهوری در واقع تجزیه ناپذیر هستش. پس میگه لایک، دموکراتیک و دارای گرایش اجتماعی هستش، سوسیال اجتماعی هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشخصا در اینجا لایک بنابراین میگه دین از سیستم حکومتی باید جدا باشه. دو، دموکراتیک، زیرا در اینجا دموکراسی برقرار هستش. و سه، سوسیال یا اجتماعی است، یعنی باید توجه کرد به نوعی عدالت اجتماعی. بعد توضیح میده که چنین شرایطی، یعنی این قانون اساسی در اینجا بر پایه چیست؟ بر پایه در واقع برابری همه شهروندان در برابر قانون هست، برابری شهروندان در برابر قانون، بدون اینکه مسئله تبار، مسئله نژاد، مسئله مذهب درش مداخله بکنه. یعنی برخلاف قانون اساسی شما که مرتبا مذهب رو میاد و میچپونه در درون قانون و شما رو به اعتبار این محکوم میکنه و یا اعدام میکنه یا خفقان برقرار میکنه، در اینجا میگه که در درون جمهوری فرانسه شما دیگر حقی ندارید که کسی رو بر پایه در واقع چی اعتقاد مذهبیش مورد برخورد قرار بده، شهروند تبدیل میشود. یک مورد دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. قانون اساسی آمریکا، قانون اساسی آمریکا در مقدمه خودش، من این چون معادلش رو به فرانسه در برابرم هستش، ببخشید در ارتباط با ترجمه‌ای که بلافاصله دارم میکنم، به هر حال باید نظم لازم رو چه بسا نداشته باشه، ولی که مطابق با همین قانونی هستش که در برابر من هست. بنابراین آمریکا، قانون اساسی آمریکا چی میگوید؟ میگوید در واقع ما خلق لپپل اسمش یا مردم به اصطلاح آمریکا، ایالات متحده آمریکا، بر پایه یک اتحاد کامل، بر پایه یک جستیس یعنی عدالت، بر پایه صلح داخلی برای مردم و بر پایه دفاع مشترک از سرزمینش و برای در واقع رفاه عمومی جامعه و برای امر آزادی و امر رفاه و رونق مملکت دور هم جمع شدند. این افراد، این مملکت، این مردمان دور هم جمع شدند، گرد هم آمدند و به این ترتیب این ماده بیان پیش درآمد قانون اساسی آمریکا هستش. پس ببینید شما در اینجا تمام این واژه هایی که خدمتون عرض کردم بیان چیز، بیان لایسیته است. مانند قانون فرانسه، قانون اساسی فرانسه از واژه لایسیته به کار نمیبره، ولی شما نگاه بکنید میگه در ارتباط با عدالت، در ارتباط با صلح، در ارتباط با دفاع از مملکت، در ارتباط با مسئله رفاه عمومی جامعه و آزادی
و رفاه عمومی جامعه. اینها هست مسائل اساسی که یک جامعه باید در نظر بگیره و سیاست باید بهش توجه بکنه. و به این خاطر هستش که ببینید کشوری که به این قدرت اقتصادی هستش، کشوری که نقش برجسته‌ای در جهان داره، قانون اساسیش به هیچ وجه به امر مذهب رجوع نمیکنه. و به این خاطر هستش که شما در نظر بگیرید، یعنی وقتی که دوست گرامی آقای مانی مطرح میکنه که در خیابان ها لایسیته رو دارید فریاد میزنید، بله درسته این حرف. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی شما رو در بند قرآن و مذهب شیعه قرار میدهد، ولی شمایی که میخواهید آزاد باشید، میخواهید پوشش آزاد داشته باشید، میخواهید نقد بکنید، میخواهید بروید و بیایید، میخواهید در واقع شیوه زندگی رو خودتون انتخاب بکنید و دختران ما در واقع مورد هجوم دار و دسته های وحشی جمهوری اسلامی قرار نگیرن، به صورت اونها اسید پاشی نشود، زیر در واقع چادر و تمام حجاب اسلامی اونها شخصیت اونها در واقع نابود نشود. به این خاطر شما اگر اعتراضی میکنید یادتون باشه، آگاهانه بدانید که وقتی که میگویید که آخوند باید گم بشه یعنی چه؟ یعنی آخوند به عنوان سمبل دین از درون نظام سیاسی باید بیرون بیافتد. آخوند دیگه در درون خیابونها همون گونه که بارها بارها دیدید علیه دختران عزیز ما فحاشی میکنن که چرا حجاب بر سر ندارید، خب، و یا در درون به اصطلاح سپاه یا در درون مجلس یا در درون ارزم حضور که وزارتخانه غیر وزاره، اون داره در واقع تجاوز به حقوق شما رو میکنه. قانون اساسی که پس فردا باید به وجود بیاید 200 سال دیگه نه عزیزانم، بستگی شما داره. همین چیزی رو که در خیابان ها میخواهید پس فردا که این جمهوری اسلامی افتاد در درون قانون اساسی خودتان بگنجانید میشود پس فردا. اگر ماها که در ارتباط با لایسیته داریم صحبت میکنیم قوی نباشیم در جامعه و یک گرایش اسلامی دیگری بیاد و قدرت رو بچاپه، یعنی چی؟ یعنی ملی مذهبی ها، یعنی نواندیشان، یعنی انواع کسانی که صحبت از به اصطلاح اسلام رحمانی میکنن، اونها باز مجددن به شما قانون اساسی اسلامی رو حقنه خواهند کرد. پس بنابراین شما عزیزان بگویید در حرفهای خودتون شما خواهان یک قانون اساسی لایک هستید، همین حرفها و خواستهایی که امروز میخواهید رو بر پایه یک دموکراسی و در واقع آزادی و یک سیستمی که از نظر من خوبه که جهان ما ایران ما به سوی در واقع جمهوری برود، بنابراین یک نظام قدرت سیاسی که لایک هستش و این شدنی هست. بله شدنی هست. چگونه؟ بستگی به اعتقاد من و شما دارد و اینکه من و شما پس فردا نمایندگان ما که میخواهند به درون پارلمان بروند، نمایندگان ما که در درون مجلس میخوان بروند، اون زمانی که قانون اساسی رو میخواهند در واقع بحث بکنند و تصمیم بگیرند، اگر این امر اتفاق بیفته و اکثریتی باشه که مانند من و شما و ما داره فکر میکنه، مطمئن باشید که در اون حالت بله شدنی خواهد. بله جناب جدید، در تعریف حکومت لائیک و بیان اصولش از جمله آمده است که ما البته یک به یک نارو برخواهیم شمرد در برنامه های آتی و توضیح خواهیم داد، ولی دوست بند نخست جملاتی خیلی کوتاه گویا روشن و غیر قابل تفسیر، یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه که نه برداشت من این است که این منظورش طبق احادیث فلان چنان است. نه، میگه که بخش عمومی جامعه فاقد هر گونه نماد دینی است. از این روشنتر دیگه وجود نداره. شما نمیتونی بیاد تو خیابون صلیب برپا کنی یا پنجه نمیدونم پنجتن آل عبا رو بذارین رو که علمت یا علم اسلامی در بیاره یا شمشیر بسم الله الرحمن الرحیم بچسبونی روی پرچم. از این خبرها نیست.
پرچم رو مردمی که حکومت بعدی رو تشکیل میدهند از نو بازسازی میکنند. چون همه چیز تغییر میکنه، پرچم باید مطابق با نیاز جامعه انقلاب کرده باشه و رو به آینده داشته باشه. پس بخش عمومی جامعه فاقد هر گونه نماد دینی است. حاکمیت دین خاصی را به رسمیت نمیشناسد. شما نمیتونید بگید مملکت همش مسلمانه، اکثریتش هم شیعه است، بنابراین نقش شیعه باید در نظر گرفته باشه. نه، حاکمیت دین خاصی را دولت به رسمیت نمیشناسد. میگه آقا برو پیکاره، مثلا به رسمیت نمیشناسم طور که تو قانون بنویسم. و نام دینی در قانون اساسی کشور ذکر نمی شود که این مثلا اینجا زادگاه زرتوش بوده، بنابراین ما در اینجا می نویسیم که اینجا زادگاه زرتوشته و دین رسمی مثلا آیین زرتشت است یا اسلام است یا یهودیت است یا مسیحیت است یا تشیع است. از این خبرها نیست. و حاکمیت برای مردم دینی را تبیین و یا تعیین نمی کند. نمیاد مردم بگه آقا بیاید این دین رو من براتون تعریف میکنم، تبیین میکنم، این رو بپذیرید و پیرو این باشید. نه، این حکومت یک حکومتی است این جهانی، هدفش ساختن مملکت، آموزش، پرورش لائیک و حرکت به سوی یک جامعه سوسیال، همون واژه اجتماعی که هست، این همون سوسیالیسم هست، نه به معنای ایدئولوژی کشور کمونیستیش، نه نه، به معنای اجتماعیش. وقتی گفته می شود طرف چپ هست، این به معنای کمونیست بودن نیست، چپ اجتماعی است. در مجلس اینطوری رسم بوده که آنهایی که طرفدار عدالت اجتماعی بودند، رسندن مردم عادی و معمولی به یک زندگی شرافتمندانه بودند، بهشون میگفتن چپ و در سمت چپ مجلس مینشستند و فودال ها و طرفداران نظام پادشاهی و یا سرمایه‌دارا طرف راست مینشستند. این واژه چپ و راست از اونجا آمده. و دیگه اینکه آقای ایجادی هم اشاره کردند که مردم دیگه امت نیستن، شهروندن. ببینید این واژه شهروند مال همه ایرانی هاست، کسی نمیتونه اینو مصادره کنه و فکر کنه که مثلا این مال سلطنت طلب هاست یا اون که بگه نه خیر مال جمهوری خواهاست. ما دیگر امت نیستیم، شهروند هستیم، یعنی یکی از کسانی هستیم که در ایران شهر زندگی میکنیم. این واژه رو نذارید مصادره کنن. هیچ گروهی حق مصادره این واژگان رو نداره. اینا واژگان ملی ما هستن. اموال ملی مال تمام ملت. بنابراین انگ زدن به این که تو شهروند نیستی. خب من نیستم پس تو چی هستی حالا؟ فوق شهروندی؟ یا باز؟ یا چی؟ اینا مسائلی است که ما باید در این بحث‌های خانوادگی، روشنگری که با هم داریم، با دوستانمون، با آشنایانمون، در دانشگاه‌ها، در مجامعی که داریم بحث کنیم دربارش تا روشن بشود ایران مال همه ایرانیان است، چه دیندار چه بیدین. ایران مال همه ایرانیان است، چه چپ چه راست، چه کرد چه ترک چه عرب چه بلوچ چه فارس، با هر دینی که دارید، هر روشی که دارید، هر زبانی که دارید، ایران مال شماست. اجازه ندهید یکی بیاد بگه که ایران مال من است، من برتری دارم چون فارسم، میگیرم و برای شما تعیین تکلیف میکنم، شاید هم ته بشقابم اگه چیزی ماند به شما بدم. هرگز اجازه ندید. همه ایرانی ها باید بشقاباشون مساوی باشه. در ایران آینده ما گرسنه نباید داشته باشیم. اگر کسی فلج است نمیتونه کار کنه، پیر است نمیتواند کار کنه، اینها باید طبق قانون از
به اصطلاح ثروت ملی که در دست دولت هست و باید درست ادارش بکنه، باید سهم بگیرم، زندگی شرافتمندانه داشته باشه. هیچ کس در آینده حق گدایی نخواهد داشت، برای اینکه دولت مسئول زندگی اوست. بهداشتش رو باید تامین کنه، غذاش و خوراکش و یک جا و یک مکان، و تازه سعی کنه او رو اگر پرت شده از درون اجتماع دوباره واردش کنه داخل اجتماع، بهش آموزش بده، در آغوشش بگیره، پرورشش بده، بگه تو یک ایرانی هستی، در شأنت نیست بشینی مثلا کلک بزنی، یه حقوقی از دولت بگیری و زندگی بکنی، اصلا در شأن تو نیست، ما بهت میدیم، نمیزنی تو گرسنه بمونی، اما بیا تو میتونی این کار انجام بدی، میتونی اون کار انجام بدی، و اونجاست که ما رو به روشنایی خواهیم رفت و خوشبختی نسل های آینده گام به گام آغاز خواهد شد. جناب جد، 4 دقیقه مونده به پایان برنامه، میسپارم دست شما. بله، ببینید عزیزان، شما اگر مشروط خواه هستید، شما اگر جمهوری خواه هستید، شما اگر هر گونه فکر دیگه برای فردای ایران و قدرت سیاسی ایران دارید، حداقل یک چیز رو باید ما با هم مشترک باشیم، اینکه قدرت سیاسی بعدی که بتواند تعادل اجتماعی رو به وجود بیارد، صلح به وجود بیارد و شرایطی برای رشد انسانها به وجود بیارد جدای از مذهب، باید طرفدار حکومتی لایق باشیم. یعنی اگر شما می توانید در شعارهای خودتون در ایران، در هر جای دیگه بگویید زنده باد حکومت لایق، بگویید زنده باد آزادی و لایسیته، بگویید زنده باد جدایی دین از حکومت، اینها شعاره، اینها رو باید نوشت، اینها رو باید برد در دل جامعه. امر لایسیته چیز پیچیده ای نیست، واژه‌اش فرانسوی هستش، ولی معادلش چیه؟ همون جدایی دین از چی؟ از سیستم سیاسی و قدرت سیاسی هستش عزیزان من. بنابراین اگر این رو ببرید تبدیل بکنیم به آموزش خودمون و دیگران، بنابراین زمانی که فرصت هست، یعنی وقتی که جمهوری اسلامی بیافته، در درون قانون اساسیش دیگر به این ترتیب نخواهید نوشت. به عنوان نمونه میگوید اصل دوم نوشته اینجا جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان. شما خواهید نوشت اون قدرت سیاسی جدید نظامی است بر پایه چی؟ بر پایه خرد. دو میگوید به فرض اینجا بر پایه چی؟ بر پایه اعتقاد به خدای یکتا لا اله الا الله. شما اینو حذفش میکنید، میگید که بر پایه چی؟ بر پایه اراده مردم. سه نوشته از اینجا که این جمهوری متکی بر چی؟ بر وحی الهی. شما اینو خطش میزنید، میگویید بر پایه عقل و دانش بشری، و به این ترتیب میره تا آخرش. در بند بند مربوط به این شما در واقع جهت میدید یک کشور رو. به این خاطر هستش که باید یک قلم قرمز بکشید روی این قانون اساسی جمهوری اسلامی که بیان ذلت مردم ایران هست. از این قانون میآیند قوانین دیگر رو بیرون کشند و برپایی اونها ما رو سرکوب میکنند. بنابراین آنچه که برای ما مهم هست اینه که امر لایسیته رو امر آموزش به آموزش تبدیل بکنیم، درباره اون صحبت بکنیم. شما خواهش من این هستش که پیام هایتون، پرسش هایتون رو بفرستید به رسانه ایمانی، ما حتما حتما به اونها برخورد خواهیم کرد. و در ایران نیز کتاب هایی از جمله وجود دارد به عنوان نمونه لایسیته چیست، بروید در درون روز به اصطلاح کتاب فروشی ها این رو می توانید گیر بیارید. کتاب های دیگه هم در این زمینه وجود داره، پس بنابراین نهراسید. نفع ما، آینده ما در گرو یک قدرت سیاسی لایق در خدمت رستگاری انسان ها، به اعتبار چی؟ به اعتبار خرد و
و به اعتبار قوانین مدرن است. و آن هم متشکرم. درست در سر این پیچ تاریخی مهم دقیقا. که ما می توانیم 1400 سال رو پشت سر بگذاریم و فصل تازه‌ای در زندگی خودمون باز کنیم. و درود به جوانان، به زنان و مردان، دختران و پسران که می دانند چه می خواهند. از شعارشون پیداست. من به شما بدرود می گویم.